حقیقت. حقیقت مطلق و ذاتی نیروی جبر نوری چیست؟ حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا در لوح محفوظ دل شما ظاهر شده تا با شما واضح سازد که نیروی جبر، نیروی عکس العمل طولی و عرضی خطوط نور بالای تمام اجرام مادی است. اصل 16 علم حقیقت، حقیقت مطلق و ذاتی نیروی مغناطیس چیست؟ ظهور حقیقت واحد و مطلق هستی در فطرت انسانی ما به ما الهام می کند و نشان می دهد تا ببینیم و بدانیم که الف نیروی مغناطیس، نیروی منظم و ساختمان یافته خطوط مستقیم نور وجود بخش خداست. ب نیروی مغناطیس از تقاطع وکتورهای نیروی گرانش و نیروی انتی گرانش در زوایای 120 الی 1 درجه همزمان با خلقت ذرات کوانتوم و اتمها به وجود می آید. ب از تقاطع مدارهای بسته و منظم نیروی مغناطیس که با انحراف 5 درجه قطبین یک مغناطیس را از جنوب به شمال و از شمال به جنوب دور می زند نیروی کرولیس به وجود می آید. ت نیروی مغناطیس در وحدت بخشیدن ذرات کوانتوم، اتمها و مالیکولها به صورت ستارگان، سیاره ها، نظام خورشیدی و کهکشان ها رول اساسی دارد. به ترسیم حقیقی و ساختمان منظم خطوط نور و حیث نیروی مغناطیس توجه کنید. اصل 17 علم حقیقت، حقیقت ذاتی و مطلق میدان واحد نیروها چیست؟ حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا در عین ظهور به ما نشان می‌دهد تا بدانیم که الف میدان واحد نیروها، میدان واحدی از نیروی گرانش، نیروی انتی گرانش، نیروی مغناطیس، نیروی دور، نیروی نزدیک، نیروی برق و نیروی کرولیس می باشد. ب میدان واحد نیروها در نظام کامل عالم حلقت حرکت منظم حلقت ب میدان واحد نیروها در نظام کامل عالم خلقت حرکت منظم الکترون ها و دور هسته اتم و حرکت منظم سیارات. ب میدان واحد نیروها در نظام کامل عالم خلقت حرکت منظم الکترون ها به دور هسته اتم و حرکت منظم سیارات و ستارگان و اقمار آنها به دور کهکشان ها رول عمده و اساسی دارد. ب با افشای اسرار ظهور حقیقت ذاتی و صفاتی میدان واحد نیروها با اصول مطلق علم حقیقت و فیزیک مطلق نور توسط حقیقت بینان محقق افغان، یکی از بزرگترین آرزوهای فیزیکدانان جهان برآورده شد. زیرا همه می دانند که با کشف اسرار میدان واحد نیروها جهش سازنده و حیرت انگیزی در جهان علم و تکنولوژی بشر به وجود خواهد آمد که بر اساس آن تمام مشکلات را از مقابل مکتشفین جهان برداشته خواهد شد و زمینه هزاران کشف دیگری را مساعد خواهد ساخت که چهره تمدن امروز بشر را کاملا تغییر خواهد داد. و ترسیم میدان واحد نیروها نگاه کنید. اصل 18 علم حقیقت، حقیقت ذاتی و مطلق نیروی برق چیست؟ ظهور حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا و صورت، صفات و ساختمان منظم پدیده های جهان مادی به ما نشان می دهد تا بدانیم که الف نیروی برق محصول حرکت الکترون ها
در مدارهای منظم یک و یا دو مغناطیس می باشد. با ترسیم حرکت الکترون ها در مدارهای منظم دو مغناطیس نگاه کنید. اصل نزدهم علم حقیقت، حقیقت ذاتی و مطلق نقطه هندسی چیست؟ ظهور خطوط مستقیم نور وجود بخش خدا در لوح محفوظ دل و فطرت کامل بشر به ما نشان می‌دهد تا بدانیم که حقیقت ذاتی و مطلق نقطه هندسی عبارت است از آغاز و یا انجام خطوط مستقیم نور است که در نقطه ظهور خطوط نور به صورت نقطه خالی از طول و عرض و ضخامت ظاهر می شود. به ترسیم نقطه هندسی نگاه کنید. نخواندم جز علم درسی به مکتب خانه عشقش، حجاب اکبر از درس نقط در مکتب هوش است. اصل بیستم علم حقیقت، فوتون‌های نوری چیستند و چگونه به سرعت مطلق نور در فضا حرکت میکنند و منبع انرژی دائمی آنها چیست؟ ظهور حقیقت واحد و مطلق هستی به صورت صفات و ساختمان عالم مادی و تمام پدیده‌های جهان به ما الهام میکند و نشان میدهد تا بدانیم که فوتون‌های نوری عبارت از نقاط متموج و آتشین خطوط مستقیم نور وجود بخش خداست که در نقطه تلاقی و ظهور خطوط نور و صورت و ساختمان فوتون‌ها و یا نقاط آتشین و متموج نور خلق می شوند و به سرعت 300 هزار کیلومتر فی ثانیه در امتداد یک خط مستقیم نوری با صورت نقاط متموج نوری از یک نقطه به نقطه دیگر ایتر نوری در فضا انتقال می‌یابند و حرکت می‌کنند. با عبارت دیگر، هر فوتون نوری در نقطه جدید فوتون جدید است که با سرعت مطلق نور دوباره خلق می‌شود و بنابر همین علت در تجربه مایکلسن مورلی بعد ایتر کشف نشد. اما منبع انرژی دائمی فوتون ها انباج خطوط مستقیم نور وجود بخش خداست. به شکل و ترسیم فوتون های نوری توجه کنید. اصل 21 علم حقیقت، ماده و انرژی چیستند و چگونه با ظهور حقیقت واحد و مطلق نور خلق می شوند و چرا بعد از ماو شدن شرایط مطلق ظهور نور باز چهره حقیقت ذاتی پوشیده و در بحر بیکرانه نور وجود بخش خدا غیب می شوند؟ طلوع شمس حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا در فطرت هدایت شده و کامل هر فرد بشر به ما الهام می کند و نشان می دهد تا ببینیم و بدانیم که الف ماده صورتی از انواج خطوط مستقیم نور وجود بخش خدا در عین ظهور است و انرژی صفت موجود خطوط مستقیم نور وجود بخش خداست. ب ماده و انرژی در حقیقت ذاتی خود واحدند اما در صورت خلقت خیش متفاوت می باشند. بی همچنان که بعد از خاموش شدن طوفان امواج دریا چهره حقیقت ذاتی پوشیده و در وجود دریا غایب می شوند، به همان صورت بعد از برطرف شدن شرایط معین و مطلق ظهور امواج نور وجود بخش خدا به صورت ماده و به صفت انرژی، ماده و انرژی در منفی 273 درجه سانتیگرید باز چهره حقیقت ذاتی پوشیده و در بحر بیکرانه نور خدا غیب می شوند. با افشای این حقیقت در علم حقیقت و فیزیک مطلق نور
قانون بقای جرم و انرژی در علم فیزیک باطل میگردد. اصل 22 علم حقیقت، چرا در هستی خدا چیزی به صورت ذرات غیر قابل تقسیم ماده، انرژی صفر مطلق و انرژی سیاه و سرخ وجود ندارد؟ افشای واقعیت صورت ماده و حقیقت صفاتی انرژی در علم حقیقت و فیزیک مطلق نور و ما یقین مطلق و علمی می بخشد تا بگوییم که در هستی چیزی به صورت ذرات غیر قابل تقسیم ماده، انرژی صفر مطلق و انرژی سیاه و سرخ وجود ندارد. همچنان بعد از شناخت و یقین کامل علمی به حقیقت ذاتی و مطلق ماده و انرژی، می توانیم با یقین کامل و مطلق علمی در جهان علم و دانش بشری اعلام کنیم که الف، خلقت ماده و انرژی بنا به مشیت و اراده الهی قائم به ظهور امواج نور بوده و ظهور امواج نور قائم به ظهور حقیقت واحد و مطلق خطوط مستقیم نور وجود بخش ذات بیکرانه خدا در یک حد و اندازه خاص و مطلق و صورت و صفت ماده و انرژی می باشد. ب. ماده و انرژی تحت تاثیر شرایط و قوانین مطلق ظهور نور در هستی خدا خلق می شوند. ب. پروسس خلقت ماده و انرژی در جهان سریعتر از فناپذیری ماده و انرژی در فضای بیکرانه نور است. ت. با افشای اسرار و حقیقت مطلق فعال توسط علم حقیقت و فیزیک مطلق نور ثابت می شود که در هستی چیزی به صورت ذرات غیر قابل تقسیم ماده و انرژی وجود ندارد تا وارد جرم اشیا شده باعث ازدیاد وزن و یا جرم به اصطلاح نسبی اشیا گردد. اصل 23 علم حقیقت، ترسیم ساختمان نیروی مغناطیس زمین با اثبات اشتباه علمای فیزیک در شناخت آن. حقیقت واحد و مطلق هستی ظاهر شده تا با نشان دادن ساختمان منظم و کامل نیروی مغناطیس زمین در لوح محفوظ دل و فطرت هدایت شده شما و شما بفهماند که علمای فیزیک در شناخت ساختمان ذاتی نیروی مغناطیس و نیروی مغناطیس زمین راهی به خطا رفتند و ترسیم ساختمان نیروی مغناطیس زمین در عین و در لوح یقین خیش نگاه کنید تا به صورت واضح ببینید و بدانید که اشتباه علمای فیزیک در شناخت نیروی مغناطیس زمین چیست. اصل 24 علم حقیقت، افشای این حقیقت که هر ذره کوانتوم بعد از فنای سواری خیش در عالم غیب می شود که در آن از تغییر و تکامل خبری نیست. حقیقت واحد و ذاتی ما به ما الهام می کند و نشان می دهد تا بدانیم که هر ذره کوانتوم بعد از فنای سواری خیش در فضای پر از خطوط مستقیم نور وجود بخش و هویت مخفی ذات بیکرانه خدا غیب می شود که در آن جز بقای مطلق نور از تغییر و تکامل خبری نیست. اصل 29 علم حقیقت و فیزیک مطلق نور، افشای این حقیقت که جز عقیده و بقای حقیقت واحد و جاودان هستی، عقیده به بقای جرم و انرژی اشتباهی است بزرگ. نور حقیقت واحد و مطلق هستی در فطرت ما ظاهر شده تا به ما نشان دهد و بفهماند که جز عقیده به بقای حقیقت ذاتی و جاودان هستی که وجه الله نام دارد، عقیده به بقای جرم و انرژی اشتباهی است بزرگ.
زیرا ما با ظهور نور حقیقت واحد و ذاتی جرم و انرژی در فطرت بیدار خیش با یقین کامل علمی، عقلی و قلبی خود میبینیم و میدانیم که جرم و انرژی جز صورتی از ظهور امواج و صفات مطلق حقیقت واحد و ذاتی تمام پدیده های هستی نیستند که صورتن و سرعت نور وجود بخش خدا تغییر میکنند و صورت قبلی آنها در محیط و فضای بیکرانه نور غیب میشود. به طور مثال اگر به حقیقت واحد ذاتی و فردی خود از زمان طفولیت تا زمان مطلق حال یک نظر تحقیقی بیندازید، با یقین کامل میبینید و میدانید که از زمان طفولیت تا کنون تنها صورت ظاهری شما که متشکل از مقدار خاص ماده و انرژی میباشد با سرعت نور تغییر کرده و صورت طفلی شما سالها قبل نابود شده و شما در زمان مطلق حال فرد بالغی هستید که با زمان طفولیت خود بسیار تفاوت دارید. اما حقیقت واحد فردی، فطرت انسانی و هویت روحانی شما کوچکترین تغییری نکرده است و آنچه تغییر نمی کند مطلق، جاودان و فناناپذیر می باشد. با افشا و اثبات فناپذیری صورت ماده و صفت انرژی در علم حقیقت و فیزیک مطلق نور، قانون بقای جرم انرژی باطل می شود و علمای محترم فیزیک بعد از این مجبورند تا از قانون بقای جرم انرژی صرف نظر نموده و فیزیک جدیدی را که اکادمی جهانی حقیقت بر اساس بقای حقیقت واحد و مطلق هستی به نام فیزیک مطلق نور پیشنهاد می کند بر رسمیت بشناسند. زیرا با افشا شدن حقایق فوق در فطرت هدایت شده و بیدار انسان کامل و صاحب زمان و ما واضح و ثابت شد که هیچ پدیده مادی خالی از حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا امکان موجودیت مادی ندارد و یا خلق نمی شود و علت آن این است که حقیقت واحد و جاودان نور وجود بخش خدا در عین ظهور و صورت جرم و انرژی حیثیت ذات واحد و جاودان تمام پدیده های جهان مادی را دارد. همچنان برای اثبات کامل و حقیقت مطلق فوق می دانیم که امروز با استفاده از فرمول شرودرینکر تمام فیزیکدانان جهان می دانند که در منفی 273 درجه سانتیگرید که در علم فیزیک آن را به نام صفر مطلق می شناسند حجم یک گاز مساوی به صفر می شود. حالا با استفاده از فرمول شرودرینکر این سوال پیش می آید: حجم یک گاز که مساوی به صفر است، آیا در خارج از ذهن ما می تواند جرم و یا موجودیت عینی داشته باشد؟ حقیقت ذاتی و بیدار ما در مقابل این سوال جواب می دهد که هرگز نه. زیرا ما می دانیم که واقعیت مادی و حقیقت ذاتی حجم و جرم اشیا در خارج از ذهن ما یکی است. اما علمای فیزیک در بیخبری کامل از حقیقت واحد و ذاتی جرم و حجم یک گاز و هدف دفاع از نظریه خیالی و خالی از حقیقت قانون بقای جرم انرژی در مقابل این سوال کاملا حاشیه رفته و نظریه خیالی دیگری را به نام انرژی صفر مطلق پیش کشیدند که با استفاده از این نظریه خیالی خود می گویند که در دمای صفر مطلق چیزی به نام انرژی صفر مطلق باقی می ماند، زیرا نمی دانند که طول امواج نقاط متممج نور که صورت جرم و حجم یک گاز را تشکیل می دهد در دمای صفر مطلق لباس حقیقت ذاتی و صفت بقا پوشیده و در بحر بیکرانه نور غیب می شوند. همچنان در هستی خدا
و جز فنای سواری ماده و انرژی در بقای حقیقت ذاتی خود چیزی به نام نیستی وجود ندارد، زیرا بقا یکی از صفات مطلق و ذاتی اشیاست، نه صفت ظاهری و مادی اشیا. بنابراین به صورت سیستماتی و علمی یک بار دیگر ثابت شد که قانون بقای جرم و انرژی اشتباه است بزرگ، و نظریات علما درباره انرژی صفر مطلق و انرژی سیاه و سرخ کوچکترین اساس علمی و عینی ندارد. اصل سیوم علم حقیقت افشای این حقیقت که قانون تبدیل جرم به انرژی و انرژی به جرم به شمول فرمول مشهور اینشتین J=mc^2 کوچکترین حقیقت و ارزش علمی ندارد. افشای واقعیت سواری جرم و افشای حقیقت ذاتی و صفاتی انرژی در علم حقیقت و فیزیک مطلق نور با ما واضح و روشن می سازد که عقیده به قانون تبدیل جرم و انرژی و تبدیل انرژی به جرم با فرمول مشهور اینشتین کاملا به اساس بوده و کوچکترین حقیقت علمی و عینی ندارد، زیرا جرم صورتی از ظهور امواج نور است و انرژی صفتی از ظهور امواج نور. پس واضح می شود که جرم و انرژی در حقیقت ذاتی خود یکی می باشند، اما در صورت خلقت خیش متفاوت. به عبارت دیگر این حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خداست که به صورت جرم و به صفت انرژی ظاهر می شود، نه اینکه جرم به انرژی و انرژی به جرم تبدیل می شود. افشای این اصرار توسط علم حقیقت به ما ثابت می کند که قانون تبدیل جرم به انرژی و انرژی به جرم برخلاف واقعیت سواری و حقیقت ذاتی ماده و انرژی بوده کوچکترین حقیقت علمی و ارزش عینی ندارد. اصل 31 علم حقیقت افشای این واقعیت که انرژی فوق‌العاده آفتاب تنها زاده انفجارات اتمی نیست. ظهور حقیقت واحد هستی و افشای حقیقت ذاتی و صفاتی نیروی گرانش در فیزیک مطلق نور به ما الهام می کند که انرژی فوق‌العاده آفتاب تنها زاده انفجارات اتمی و همجوشی اتم ها نیست، زیرا انرژی فوق‌العاده آفتاب زاده استکاکات شدید خطوط نور شامل جرم آفتاب بوده و به هر اندازه که از انرژی آفتاب مصرف می شود و یا به اطراف آفتاب پخش می شود به همان اندازه باز هم تحت تاثیر نیروی گرانش بزرگ آفتاب دوباره خلق می شود. اصل 32 علم حقیقت نیروی کریلیس چیست؟ نور هدایت الهی و حقیقت واحد ذاتی و صفاتی ما به ما الهام می کند و نشان می دهد تا بدانیم که نیروی کریلیس نیروی ساختمان یافته و منظم خطوط نور است که از تقاطع مدارهای کامل یک نیروی مغناطیس به وجود می آید و باعث حرکت دورانی توربین های برقی و حرکت زمین به دور محور خود می گردد. افشای اسرار و ساختمان نوری میدان واحد نیروها در فیزیک مطلق نور به ما می فهماند که علمای فیزیک در شناخت نیروی کریلیس راهی به خطا رفتند. با ترسیم نیروی کریلیس توجه کنید. اصل 34 علم حقیقت چرا ما نمیتوانیم عکس العمل فضا را در مقابل حرکت متشابه خیش احساس نماییم؟ افشای حقیقت ذاتی و صفاتی نیروی عمل و عکس العمل عرضی موجی و طولی خطوط نور وجود بخش خدا در علم حقیقت و فیزیک مطلق نور و ما می فهماند که
در مقابل حرکت متشابه ما همزمانی نیروی عمل و عکس‌العمل عرضی خطوط نوری فضا بالای بدن ما باعث می شود که ما عکس‌العمل فضا را بالای وجود خیش احساس کرده نتوانیم. با ترسیم حرکت متشابه و عکس‌العمل همزمانی فضا بالای اجسام توجه اصل 35 فیزیک مطلق نور. چرا عکس العمل فضا در مقابل حرکت غیر متشابه ما قابل احساس می باشد؟ افشای حقیقت ذاتی و صفاتی نیروها در فیزیک مطلق نور و ما می فهماند که تعجیل در حرکت غیر متشابه اشیا باعث تفاوت زمانی میان تأثیر نیروی عمل و عکس العمل عرضی خطوط نور فضا شده و باعث می شود تا عکس العمل فضای پر از خطوط نور وجود بخش خدا را نتوانیم بالای وجود خیش درک و احساس نماییم. با ترسیم عکس العمل فضا با تفاوت زمانی در مقابل حرکت غیر متشابه اشیا نگاه اصل 36 علم حقیقت و فیزیک مطلق نور. طول عمر انسان و جهان چیست؟ افشای اسرار ظهور حقیقت واحد و مطلق نور وجود بخش خدا و صورت صفات و ساختمان تمام پدیده های جهان و ما الهام می کند که هیچ پدیده عینی اهم از کمی کیفی و معنوی در جهان خالی از حقیقت نور وجود بخش خدا نبوده و نمیتواند موجودیت مستقل از حقیقت ذاتی خیش داشته باشد. همچنان افشای اسرار ظهور حقیقت واحد نور در آفاق و انفس و ما الهام میکند تا ببینیم و بدانیم که صورت مادی انسان و تمام پدیده های جهان با سرعت حقیقت واحد نور وجود بخش ذات بیکرانه خدا در تغییر دوامدار است که هیچگاه قطع نمی شود. پس به حیث یک نظریه کامل و مطلق علمی می توانیم در جهان علم و اندیشه بشر اعلام کنیم که عمر جهان از یک لحظه مطلق و جاودان حال بیش نیست. اما تمام افراد بشر در بیخبری کامل است حقیقت واحد زمان مطلق حال مقدار معینی از تغییر صورت مادی جهان را با نام ثانیه، دقیقه، ماه، سال و قرن با عمر جهان اجتماع نموده و یکی دانستند و هیچ کس تا کنون نمیداند که نرخ تغییر در صورت ظاهر انسان جهان 300 هزار کیلومتر فی ثانیه بوده و برای تمام پدیده های مادی ثابت، دوامدار و غیر قابل انقطاع باشد. اصل 37 علم حقیقت اصرار انبساط جهان مادی چیست؟ افشای اصرار خلقت جهان در فیزیک مطلق نور با ما یقین کامل می بخشد تا به جهان علم و دانش بشری برسانیم که علت اساسی انبساط جهان و حرکت سریع کهکشان‌ها به طرف خط قرمز و یا فضای باز، سریع بودن جریان خلقت ماده و انرژی نسبت به فناپذیری ماده و انرژی در جهان می باشد که باعث خلقت نیروی مدافع کیهانی شده و زمینه حرکت سریع کهکشان‌ها را به طرف فضای باز مساعد می سازد. افشای این واقعیت و افشای اسرار مطلق انبساط جهان با یقین کامل به ما اثبات می کند که علمای محترم فیزیک با استفاده از فاصله کهکشان ها که 15 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد و به سرعت از ما دور می شوند عمر جهان مادی را 15 میلیارد سال تعیین کردند. اما آنها در این تخمین خود
بنام و دو دلیل علمی و عقلی زعیم سخت در اشتباه می باشند. دلیل اول، عمر جهان مادی در حقیقت ذاتی و صفاتی خود از یک لحظه واحد و مطلق حال بیش نیست، زیرا بنابرای حکمت الهی آخر زمان گذشته آخر زمان واحد و مطلق جهانی می باشد که در آن خالق قادر ما صورت جهان مادی را با سرعت حقیقت واحد و مطلق ذات بیکرانه خیش تغییر داده و با همان صورت و سرعت دوباره خلق می کند. اما آن عده از علمای فیزیک که از حقیقت زمان واحد و مطلق جهانی منکر و بیخبرند زمان را نسبی و ذهنی می دانند. بنابراین بر اساس اشتباه اول خود جبرن تغییر صورت جهان مادی را و سرعت 300 هزار کیلومتر فی ثانیه با گذشت زمان عوضی گرفته و عمر جهان مادی را اشتباهاً 15 میلیارد سال تعیین کردند. دلیل دوم، چون علمای فیزیک هنوز قادر نیستند که در ماورای 15 میلیارد سال نوری از وجود نامتناهی کهکشانهایی که به سرعت از ما به طرف فضای باز و نامتناهی از ما دور می شوند بیخبرند، بنابراین با استفاده از فاصله آخرین کهکشانهای قابل دید عمر جهان مادی را اشتباهاً 15 میلیارد سال نوری فرض کردند.